سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال جدید با هم میپردازیم به پیام شخص مورد نظر شما برای شما. ببینیم پیامش چی هست. دوستان عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما. دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین، خیلی خیلی خوش آمدین، صفا آوردین عزیزان یاران، و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما اعضای محترم کانال هستم. برای این فال دوستان من گزینه نمیذارم، همیشه وقتی که برام امکانش باشه گزینه میذارم، وقتی که امکانش نباشه گزینه نمیذارم. ببینیم شخص مورد نظر شما چه حال و هوایی داره، چگونه هست، و بعد کم 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 همه اینا رو به صورت یک پیام برای شما بازگو میکنم. خب من از کارت های این کارت استفاده میکنم و بریم ببینیم با هم دیگه. و این که بریم ببینیم که کارت بعدی که آخرین کارت هست و بعد میرم سراغ خواندن کارت ها. برگشت، ولی من هنوز بر نزدم کارت ها رو. توجه کنید دوستان عزیز، من احساس میکنم که شخص مورد نظر شما، حالا هر کسی که هستش، من احساس میکنم آدم بدبینی اینجا هستش، آدم بدبینی هست. الان شاید هم مسائلی توی زندگیش هستن که میترسوننش. دارم میرم خیلی داره فکر میکنه، سعی میکنه خودش رو از یک سری از انرژی های بد هم رها کنه که همین بدبینی یکیشون هست. و کارت بعدی هر فرضی میزنه که احساس امنیت نمیکنه توی زندگیش. خب یه احساس ناامنی و یک آرامشی که در زندگیش وجود نداره من دارم میبینم اینجا. خب کسی هستش که نسبت به زندگی زوجی بدبین هست، نسبت به دیگران هم ممکنه هست بدبین باشه، و الان دارم میبینم که روی خودش داره کار میکنه و سعی میکنه که فاصله بگیره از همه این مسائل، و یا اینکه به خاطر بدبینی خودش از یک سری از افراد فاصله گرفته، و اینکه چون احساس ناامنی نمیکنه ممکنه شما یکی از اون افراد باشین. خب حالا ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه چه چیزی رو میگن در ارتباط با این شخص. یا اینا رو اینجوری میذارم چون اوکی اینجوری بهتر هستش.
عزیزان توجه کنید، شخصی هستش که در واقع آدم خیلی خیلی مضطربی هستش. بهتون گفتم آرامش نداره در زندگیش، آدم خیلی مضطربی هستش، با وجود اینکه جلوی خودش رو هم میگیره که مشخص نشه این اضطراب، مخصوصا در ارتباط با شما. در به شما ببینید دارم میگم که یک رابطه خیلی قوی بین شما رابطه روحی خیلی قوی وجود داره و ترس ها و استراب هایی که از جانب شما داره بسیار زیاد هستش. آیا به شما خیانتی شده این میون؟ نمیدونم. پنهونکاری هایی داره این شخص؟ نمیدونم. که این گونه در ارتباط با شما اینو تحت فشار قرار داده و دارم میبینم که اینجا این شخص آدمی هستش که دوستان که در ارتباط با شما مواظب باشین، چون را ببینیم برای یک سری ها ممکن هستش که هزار و یک رنگ عوض کرده باشه و اینکه باز هم پنهانکاری های این میون وجود داشته. شاید دوستان که این شخص دارم میبینم که شاید یه جورایی مخ شما را هم کار گرفته بوده که یه چیزهایی رو قایم کنه. به هر حال در این رابطه ناگفته ها زیاد بودن از همون ابتدا دوستان، از همون ابتدا چیزهای پنهان زیاد بودن و شخصی یکی از شماها روی واقعی خودش رو نشون نداده. خب و ممکنه برای یک سری ها حتی یک رابطه مخفی بوده دوستان. و پیامش برای شما این هستش که شما رو خیلی صادق میبینه دوستان. ببینید پس این خود این شخص هستش که این گونه هست، شما رو خیلی رو راست و صاف میبینه و شما رو خیلی شخصی کامل و اینکه شخصیه که تو زندگیتون بهترین رو برای خودتون میخواین و آدمی موفق شما رو میبینه. اینجا تو چشمش خیلی شخص بالایی من اینجا میبینم. خب ببینیم که کارت های دیگر هم من میریزم و ببینیم با کارت های دیگه چی بهتون میگم در ارتباط با شخص. خب من احساس میکنم اینجا که یک سری از شما از هم فاصله دارین. حالا این فاصله اگر بین شما هستش بدونین که یک خانواده اون پشت هستش. حالا این خانواده خانواده روحی هست یا خانواده خونی هستش دوستان، که باعث شدن شاید که شرایطش اینجور باشه که از شما فاصله بگیره یا اینکه به هر حال یک سری از مسائل به وجود بیاد. دارم میبینم که ارتباطی که شما با هم دیگه داشتین دوستان باعث شده که چشم سوم این شخص باز بشه و در واقع در این رابطه من احساس میکنم دو جانب تلاش رو زیاد کردم، ولی اینکه ناگفته بوده، پنهونکاری بوده، ولی اینکه از همون ابتدا این رابطه مخفی بوده، هر چیزی که بوده در اون طرفین زیاد تلاش کردن براش و اینکه شما رو هم همونجور پیامش برای شما این هستش که تو احساس میکنم که اصلا یک دوره برای تو تمام شده، خب یک مسئله برای تمام شده و شما رو میبینه کسی بسیار مستحکم، کسی هستین که چاکرا ریشه قوی دارین، کسی هستین که پروژه های مختلفی دارین و اینکه شاید هم شما رو میبینه کسی که خیلی هم دوست ندارین از اون کامفورت زون خودتون به خاطر پروژه هایی که دارین و اون امنیتی که میخواین داشته باشین توی زندگیتون از دست بدین. خب دوستان من از کارت های دیگه استفاده میکنم، از کارت های فرشتگان عشق هم استفاده میکنم.
قسمت پیام خاصی شد دوستان. این قسمت شد پیامی که برای یک سری از عزیزانی هستش که از هم جدا هستین دوستان. ببینید اینجا یا اینکه قبلا در زندگی همدیگه بودین و الان تماس های با همدیگه دارین. من احساس میکنم که این شخص حالا ببینید دو حالت داره، یا اینکه این شخص قبل دیگه با هم نیستین، خب توجه کن دیگه با هم نیستین و در ارتباط با شما میخواد بذاره مسائل به صورت طبیعی خودشون شما از ذهنش برین پاک بشین، به خاطری که دارم میبینم که مسائل خانوادگی چیزهای دیگه اون پشت مشتا هستن و آدم پر از استرابی هستش و اینجا دارم میبینم که کسی هستش دوستان عزیز که در واقع خودش رو از رابطه کشیده ای، که یعنی اینکه من احساس میکنم رابطه ای هستش که شاید طرفین به یک سردی رسیدن با هم دیگه و برای همین دارم میبینم که اگه اونایی که با هم دیگه نیستیم برابری دیگه شناختی از هم دیگه ندارین، یعنی من احساس میکنم که هر کسی توی زندگی خودش هست و اون شخص فکر میکنه که شما ذهنتون باز هستش و اینکه در ارتباط با بعدتون نمیاد یک ملاقات دیگه تو زندگیتون داشته باشین و حرف از عشق واقعی میزنه که به دنبال یک عشق واقعی هستین شما. بعدتون نمیاد کسی وارد زندگیتون بشه که واقعا شما رو دوست داشته باشه. یک پیام خیلی عجیب و غریبی هستش که حالا من بعدان براتون میخونم. این یک حالت داره و حالت دوم دوستان این هستش که این شخص ببینین از یک رابطه سخت سنگین در اومده و احتیاج داره که الان در حال حاضر یعنی هم اینکه مسائل رو بذاره همینجوری ببینه چه جوری با شما جلو میره، پیش خواهد رفت و شما کمکش میکنین که اون سختی و سنگینی اون رابطه از زندگیش حرکت کنه بره و اینجا هم دارم میبینم که الان هم داره سعی میکنه که بعد از یه مدتی که شاید فاصله گرفته بوده از زندگی احساسی در ارتباط با شما، اونایی که با هم هستین یا با هم تماس گرفتین دوستان، همدیگر رو بهتر بشناسین و اینکه شما رو میبینه که آدمی هستین خیلی باز و واقعا عشق به دنبال عشق واقعی هستین. خب دوستان این چیزهایی که بود که من برای شما دیدم، حالا من سعی میکنم اینا رو به صورت یک پیام براتون بخونم. رو راست نیستم برای اینکه میترسم، خیلی سعی میکنم که خودم رو رها کنم از این ترسهای بی خود، از این ترسهای واهی و به یک آرامش برسم، چون احساس ناامنی میکنم همیشه. من از زندگی زوجی هم میترسم و احساس ناامنی میکنم. در ارتباط با تو سعی میکنم که احساساتم رو بروز ندم، ولی بدون که استراب من و بیخوابی های من خیلی زیاد هستند و شدید هستند. از اول توی رابطمون با هم دیگه از همون ابتدا ناگفته ها زیاد بودن و من سعی کردم سرپوش بذارم روی خیلی از مسائل. این در مقابل تو، تویی که رو راست بودی، تویی که احساس داشتی و داری و تویی که برای خودت یک رابطه میخواستی که به مقصد آخر برسی. رابطه موفق و رابطه‌ای که در اون همه تو رو ببینن و به همه نشون بدی که خوشحال و خوشبخت هستی. فاصله‌ای که شاید حس کنی که از تو گرفتم به خاطر این هستش که مسائل زیادی در زندگی من در ارتباط با اطرافیانم هست که باید حل کنم. اونا در واقع مانعی هستند که من آرامش داشته باشم. توی این رابطه اتفاقی که افتاد چشم من باز شد و میدونم، شهادت میدم که دوتامون زحمت براش زیاد کشیدیم و زحمت براش باید زیاد کشید.
تو راه طولانی رو اومدی، پروژه های زیادی داشتی و الان یک ثبات درست حسابی داری توی زندگیت. دو تا پاهات روی زمین هست و اینکه میدونی کجا میری و حاضر نیستی به هر قیمتی آزادی و ثباتت رو از بین ببری و متزلزل بشی. من سعی میکنم که یک گذشته ای رو فراموش کنم، میذارم به دست زمان میدم، میذارم ببینم که چه پیش خواهد آمد، این گذشته فراموش خواهد شد یا نه. اگر که احساس کردی که من فاصله گرفتم از نظر احساسی، بدون که من احتیاج دارم به این که اول همدیگر رو بشناسیم، اول شخصی رو بشناسن، چون احساس ناامنی من زیاد هست در همه موارد. من از تو اون شناختی رو که باید ندارم، چون احساس میکنم که پنهان کاری ها و ناگفته هایی من داشتم و ذهنیت من این هستش که باید هنوز هم زمان بگذره تا اینکه هم من تو رو بهتر بشناسم و هم تو منو بهتر بشناسی. تو شخصی هستی بسیار گشوده و باز و اینکه طرز فکرت در ارتباط با شخص پیدا کردن شخص احساسی و صفاتی که داشته باشه کاملا متفاوت هست با من. تو به دنبال عشق واقعی میگردی. خب دوستان عزیز، این پیامی بود که میتونستم از جانب این شخص به شما بدم. ببینید، همونجور که بهتون گفتم این خط آخر خیلی برای من مشکل هست که بخوام به صورت یک پیام واحد بخوام برای همه بیان کنم، پس مجبور شدم یک مقدار تغییراتی رو درش ایجاد کنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش عزیزان دل، و تا فال دیگه، خدا نگهدار دوستان.